بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم امیدوارم که الله متعال به همه شما صحت و تندرستی عطا بکنه و همه ما رو در پناه خودش از همه بلاها و از همه بیماری ها و آفت ها نجات بده و محفوظ نگه بداره. امیدوارم که اونهایی که مبتلا هستن، به هر مشکلی مبتلا هستن، چه میخواد مبتلا بلایی هست در جسمی و چه میخواد روحی باشه، چه میخواد مالی باشه، در هر زمینه میخواد باشه، الله متعال از بلا و از ابتلا و آزمایشی که درش هستن اونها رو سالم و با موفقیت بیرون بیاره. آزمایش هات گفتیم که همیشه برای انسان اگر ازش موفق بیرون بیاد سربلندی و کمال موقعیت و ارزش رو موجب میشه. در این برنامه یکی از نام های دیگر رب ذوالجلال رو میخواییم بررسی کنیم و در ارتباط با آیاتی که این نام مبارک اومده نگاهی داشته باشیم تا بیشتر مقام و جایگاه و حیثیت الوهیت رب یکتای عالم در دل و در قلب ما جا بگیره و در رفتار و کردار ما بتونه اثر بخش باشه. صفت و نامی که مد نظرمون هست نام مبارک القوی هست. قوی همونطوری که در فارسی هم ما این واژه رو به کار میگیریم، این واژه در مقابل ضعف به کار گرفته میشه، یعنی توانا و توانمند. و ما واژه های مختلفی رو داریم که بیانگر توان و قدرت رو میکنه، ولی هر واژه ای جنبه ای از جوانب توانایی و قدرت رو در بر داره. ما واژه قادر یا قدیر یا مقتدر رو در برنامه های پیشین بهش پرداختیم و گفتیم که اصل و اساس اقتدار یا قدرت در بحث برنامه ریزی هست، برنامه ای که در کنترل بیاره تمام خلائق رو. الله متعال قادر هست و مقتدر هست و قدرت و توانایی پروردگار متعال در برنامه و در مدیریت جهان و در به نظم آوردن همه عالم یکی از جنبه های کمال ربوبیت پروردگار یکتا به شمار میاد. و اونجایی که این ویژگی در موجودی کم باشه یا نقص وجود داشته باشه درش، به طور طبیعی اگر در جایگاه مدیریتی باشه، زیر مجموعه ای که در زیر سلطش هستند از اداره کامل و درستی بهرمند نخواهند شد. در نتیجه وقتی که ما بحث اقتدار پروردگار متعال و قدرت الهی رو یا قادر بودن الله متعال رو مد نظر داریم، به این معنا هست که تمام جهان آفرینش نظاممند هست، در سایه نظام و در زیر حاکمیت و در زیر سلطه قانون پروردگار متعال زندگی خودش رو سپری میکنه و در نتیجه این اقتدار و قدرت هست که ما باید پیروی و اطاعت نظام و قانون نازل شده از جانب الله متعال رو بکنیم تا هماهنگ با این جهان بتونیم مسیر خودمون رو تعیین کنیم. تقدیر هم در واقع گرفته شده از این هست، یعنی یک نظامی که همه چیز رو همه در یک سلسله و در یک زنجیره مرتبط قرار بده و هیچ چیزی نتونه از این سلسله و یا از این نظام و قانون بیرون باشه. یکی از جنبه های کمال پروردگار متعال میایم واژه قوی رو بررسی میکنیم که با واژه قدیر هم وزن هست
یعنی بر وزن فعیل هست، قوی و قدیر، هر دوشون به یک وزن هست. و ابتدای این واژه، دو واژه با قاف آغاز میشه که مشترک است، ولی دو حرف پایانی اختلاف داره که قدره از قاف و دال و را تشکیل شده و قویه از قاف و واو و یا. با وجود اشتراک حرف ابتدا که در واقع نکته مشترک معنوی هم با هم دارن، در دو حرف پایانی اختلاف هست و در نتیجه دقت کردن به معنای ریشه این دو واژه خواهیم دید که با هم اگرچه در زنجیره کمال حاکمیت پروردگار متعال هر دوی این صفت قرار می گیرن، ولی هر کدوم از این دو صفت جنبه ای از جنبه های حاکمیت و سلطه کامل رب ذوالجلال رو بر جهان بیانگر است. همانطوری که قدیر بحث نظام، نظامی که هیچ موجودی از این نظام نمیتونه بیرون باشه یا مستثنا بشه رو در برداره، به همین صورت بحث قوی قدرتی رو میرسونه، توانایی رو میرسونه که در نفاذ و در تنفیذ مشیت الهی مؤثر هست. یعنی خواسته و مشیتی که الله متعال داره با قوت او اجرا میشه، حکم او اجرا شدنی هست. هر حاکمیتی اقتدار و توانایی و سلطه او دو جنبه داره. یه جنبه نظاممند بودن هست، نظامی هست که این نظام همه رو در زیر سلطه خودش یا در یک مقررات معینی قرار بده، و جنبه دوم قدرت و توانایی در نظام حکم هست، یعنی اجراء احکام هست. میدونید که اون کسی که مخالفت نظام بکنه یا مخالفت نظام وضع شده بکنه، به طور طبیعی باید ضمن این نظام باید محاکمه بشه، عدالت اجرا بشه، و در این میان خود به خود حکم و اجرای حکم نیاز به قدرت داره. اون چی که به عنوان تنفیذ حکم به شمار میاد قوت یا قوی هست که این کار رو انجام میده. چی میخواد؟ احکامی که مرتبط باشه با نظام تأسیسی. و چی میخواد؟ احکامی که مرتبط باشه با نظام تحکیمی. نظام تأسیسی اون نظامی هست که عموماً باید اجرا بشه. نظام تحکیمی اون نظامی هست که در هنگام اختلاف و درگیری باید اجرا بشه. هر دوی اینها نیاز به اقتدار و نیاز به قدرت داره. در هر جنبه ای وقتی که حکومت ضعیف باشه یا حاکمیت سلطه ضعیف باشه، اختلال ایجاد میشه. هم در نظام تأسیسی، قوانینی گذاشته میشه، اگر سلطه و حاکمیتی نباشه در اجرای قانون، این قوانین کلا میمونه بی حیثیت، هیچ گونه نفاذی در اجرای قانون مشاهده نمیشه یا اختلال مشاهده میشه. و به همین صورت اگر قوت نباشه و ضعف باشه در اقتدار، اون کسی که مخالفت با قانون بکنه یا اون کس یا اراده قانونگذار غیر قابل اجرا است. اراده میکنه، میخواد این کار بشه، ولی نمیشه، توان اجرای اون رو نداره. در ارتباط با رب ذوالجلال، در ارتباط با حاکم جهان، اون چه که ما معتقد هستیم اینه که میگیم الله متعال قادر هست
و الله متعال قوی هست، قادر هست بر اجرای احکام، بر انفاذ یا بر نافذ کردن حکم، و قادر هست بر ایجاد احکام و بر به نظم درآوردن محکومی، به نظم درآوردن محکومی. بر این اساس هر دوی اینها در واقع، هر دوی این صفت، اگر ریشه دوتا هر دوشون بر بحث اقتدار رو در بر داره و در این حال کمال حاکمیت و سلطه پروردگار متعال رو بیانگر است. این صفت در قرآن کریم در موارد متعددی مشاهده میشه. آیات متعدد قرآن کریم این صفت رو در بر داره که اگر ما نگاهی بندازیم به این آیات خواهیم دید که موارد مختلفی هست که هر دو موضوع در این زمینه قابل مشاهده است. اونجایی که الله متعال حکم فیصله خودش رو اجرا میکنه بر خلائق در دنیا و اونجایی که در دنیا و اونجایی که در ارتباط با آخرت و در ارتباط با باز هم حاکمیت و سلطه الهی در آخرت الله متعال حکم او و قانون او نافذ است. نمونه از آیات رو ما در واقع اگر نگاهی بندازیم برای ما این موضوع بهتر روشن میشه. ما برای مثال آیه 66 سوره هود رو اگر نگاه کنیم، بحث زندگی یکی از انبیا هست که اون حضرت صالح هست. الله متعال این نبی خودش رو مبعوث میکنه با دلائل و برهانهای روشن به قومش و قوم با مخالفت و سرپیچی و عناد ادامه میدن تا اینکه حکم الهی در ارتباط با اونها، یعنی وعده الهی، محقق میشه. در ارتباط با تحقق وعده پروردگار متعال در آیه 66 الله متعال میگه که فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز. آنگاه که امر ما صادر شد نجات دادیم صالح رو و کسانی که ایمان آورده بودن با ایش رو با رحمت خودمون، و به همین صورت از رسوایی اون روز آخرت، یعنی در دنیا هم نجات یافتند با امر الهی و در آخرت هم از رسوایی نجات خواهند یافت. ان ربک هو القوی العزیز. پروردگار متعال هست که قادر، توانای، غالب هست. من قوی و قادر در واقع ترجمه کردم، این ترجمه دقیق نیست، چون در واقع گفتیم که توانایی پروردگار متعال در اینجا بحث نفاذ امر الهی هست، حکم الهی هست در اجرای احکام تحکیمی، احکامی که در ارتباط با وعده های متعدد الله متعال صادر میکنه برای تحقق وعده های الهی. اما گفتیم که قدرت، قادر بودن الله متعال بحث حاکمیت و سلطه او یا قدرت او یا توان او در اداره و به نظم درآوردن جهان، قانون گذاری و نفاذ قانون دو جنبه داره. جنبه ای هست که تأسیسی هست، گفتیم جنبه تحکیمی هست. تأسیسی همون قوانینی هست که برای عموماً وجود داره در این جهان، تمام این خلائق زیر این نظام و این قانون دارن
زندگی سپری میکنن، از ذره از یک مولکولی که در یک سامانه معین نظم داره زندگی میکنه و نقش ایفا میکنه، تا بزرگترین کهکشان هایی که در جهان وجود دارن، همه اینها دلیل بر قدرت، اقتدار الهی و تقدیر یا نظمی هست که الله متعال در این جهان قرار داده و هیچ اختلالی هم درش مشاهده نمیشه، هیچ تفاوت و هیچ درگیری و تعارضی هم دیده نمیشه. اما اونجایی که حکم الهی میاد به طور تحکیمی یا عارض در موارد متعدد، اینجا هست که بحث قوت پروردگار متعال مطرح میشه. در سوره بقره الله متعال یک بحثی رو در ارتباط با یا یک وصفی رو در ارتباط با مشرکین میاره، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از بین مردم کسانی هستند که شریکانی رو به غیر از الله اختیار کردند که اونها رو یحبونهم کحب الله، همونطوری که الله رو محبت می‌ورزن اونها رو هم براشون میل محبت درونی قائل هست. والذین آمنوا اشد حبا لله، با اون کسانی که ایمان آوردن حبشون و محبتشون بیشتر برای پروردگار متعال هست. میدونی پشت خط اصلا شنو صداشونو بشنیم، بعدا برمیگردیم و ادامه برنامه داریم شد. قطع شدن داشتید؟ بله. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. اون کسانی که ستم کردن، شر کردن، اونگاه که ببینن عذاب رو، عذاب الهی رو، عقاب الهی رو و به همین صورت خاتمه ای که براشون تعیین کرده پروردگار متعال، و ان القوه لله جميعا، در واقع حاکمیت، قدرت، قوت مال الله است. یعنی اینکه ما اون چی که از قوت و توانایی در واقع داریم، همه اینها منشه او، اونها رب ذوالجلال هست. در نتیجه نباید به قدرت و قوت خودمون، نه افتخار کنیم و نه هم این قوت و قدرت رو ذاتی بدونیم و نه هم قدرت و قوت دیگر خلائق چش ما رو بگیره یا ما رو به خودش مجذوب بکنه، بلکه اون چیزی که باید ما رو همیشه به خودش متوجه داشته باشه این باید باشه که هرچی هست قوت و قدرت از الله متعال هست، و در واقع اون قدرت و قوت هست که پایدار و دائم هست. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید. درود بر شما استاد، وقتتون بخیر باشه. ممنون، سلامت باشید، بفرمایید. سلامت باشید. میخواستم عرض کنم که الان با توجه به اینکه ما در آستانه هفته آخر ماه مبارک رمضان هستیم، به بعد از این فرصت رو استفاده کنیم، خداوند یک فرصتی برای در اختیار ما قرار داده که تو این فرصت میتونیم بهترین نحو به مظلومان عالم یعنی فلسطینیا کمک کنیم و به ظالمترین افراد که این اسرائیل هست و اونها رو حقشون رو قصد کردن، به نحو این که آقا فلسطین برای مسلمان هاست و ما حالا درست جمهوری اسلامی برای خودش یک فرصت درست کرده، اما اگر تو مجازی هایی کسی بیاد به نفع فلسطینی ها حرف بزنه. آیه برادر عزیز، خودتون معرفی نکردید. جمهوری اسلامی نمی کنه. بیننده عزیز، خودتون معرفی نکردید. از خواهی میکنم. آقای ابراهیم لطف میکنید اگه سوالی دارید مطرح کنید، چون برنامه اون برنامه قرآنی هست، ارتباط با اسماء الله هست و نمیخواییم که وارد مباحثی بشیم که
خارج از موضوع باشه، ممنون میشم. همین موقع میخواستم یه وقتی وقتتون نمیگیرم، انشالله دوستان از این فرصت استفاده کنن و این ایا از طریق فضای مجازی میتونن حق حداقل یک ذره برای بازپس گرفتن حق مردم فلسطین استفاده کنن، توییت هاشون تو فضای توییتر، تو فضای فیسبوک به دنیا اعلام کنن که آقا فلسطین سرزمین اسلامی برای مسلمان ها و ساکنان اصلیش برای مردم فلسطین و یهودی ها قاسب هستند و اونجا انشالله به مسلمان ها برمی کنند. پیامتون رسید، انشالله که همه ای ما همدردی خودمون رو داشته باشیم و بتونیم در این زمینه نقش داشته باشیم. ممنون از تماستون. ممنون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. الو. بفرمایید، صداتون دارم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، ممنون. استاد بخش مشاهدی هم داره تمام میشه، خدا. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه ان شاء الله؟ ممنون، سلامت باشید. سلامتون بفرمایید که پشت خط زیاد هستم. ممنون. محمد هستم، مزاحمتون میشم. خواهش میکنم، ممنون. محمد آقا ببخشید، من نکته که میخواستم عرض کنم، خب ما در ایران زندگی میکنیم و در ایران خیلی اشتراکات رو با شیعیان داریم و خیلی هم افترا داریم و با هم متفاوت هستیم از لحاظ عقیده و نوع اعتقاداتمون. به نظر من ما باید بیشتر به این نکات توجه داشته باشیم. چون نکته ای که میخواستم عرض کنم در مورد بعضی از نقاطی که ما مجبوریم به اشتراک، مهمترین نکته همین جریان مظلوم روز قدس و فلسطینه که شما هم به درستی فرمودید و من ممنونم از شما که موضعتون موضع حق و روی حق هست. من اولا جلوی مردم از شما تشکر میکنم. نکته اول، ببینید الان روز قدس فقط در جمهوری اسلامی برگزار نمیشه، کشورهای اهل سنت به وفور روز قدس درشون برگزار میشه. چرا؟ چون به فلسطینی هایی دارد ظلم میشود که اتفاقا این فلسطینی ها اهل سنت هست. یعنی من اهل سنت بیشتر از شیعی باید دلم برای هم نوعانم و هم کیشانم و هم مذهبانم بسوزه. ممنون از این که شما موضع گرفتید و انشالله امسال هم روز جمعه که روز قدسه همه مردم اهل سنت، همه جامعه اهل سنت، من به جمهوری اسلامی کاری ندارم، عرض کردم خدمتتون، همه جامعه اهل سنت باید بیان بیرون و این قدسه سرطانی که همه بله. آیه برادر عزیز صداتونو پیامتونو گرفتیم و همه ممنون از تماستون، پیامتونو گرفتین. انشالله که بدونن همه که روز قدس در واقع با روزش نمیشه قدسی رو آزاد کرد. 40 سال هست که ما این روز رو داریم تظاهرات میکنیم و شعار میدیم ولی هیچ قدمی بر نداشتیم و روز به روز اون چه که از قدس داشتیم غیر از قدس هم داریم و دست میدیم. ممنون از تماستون. بفرمایید. سلام علیکم. الو. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون. سامان هستم. ممنون آقا سامان، بفرمایید. بفرمایید. حالتون بفرمایید.
متاسفانه وقت کم هست و برنامه اون هم بخش زیادش مونده، اگر تماس ها رو خواسته باشین همه رو بگیریم دوچار تنگی وقت میشیم. البته برنامه بعدیمون انشالله شیخ زرابی هستن و پاسخ سوالات شما رو مفصل خواهند داد. این آخرین تماس رو بگیریم و بذاریم برای بفرمایید عزیز. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام استاد، اسماعیل هستم. بفرمایید اسماعیل. بفرمایید. سلام بفرمایید. شما بخیر استاد. سلامت باشین. ممنون. سلامتتون قبول باشه. استاد یه سوال قرآنی داشتم و یه زحمت بکشه یه سوال هم اصلا در مورد این ایام اینا. سوال قرآنیتون رو بفرمایید. سوال قرآنیتون رو بفرمایید. سوال بعدیتون رو بذارید برای برنامه مخصوصش، برنامه ای که مرتبط هست با اون برنامه. بفرمایید. بخش من صداتون خوب نشیدم. میگم سوال قرآنیتون رو بفرمایید. ایامی که ما پیشتر رو داریم ایام هفته آخر دهه آخر ماه مبارک رمضان است که پیغمبر خیلی از این دهه استفاده میکردن و اعتکاف تو مسجد داشتن. انشالله دوستان از دهه استفاده کنن، مخصوصا روز قدس به نظر من برای این ده با روز قدس، قدس آزاد نمیشه و آزاد هم نشده و نخواهد شد، اینو شما مطمئن باشید. و انتظارات ها فقط یعنی به بازارسازی و تبلیغاتی برای مصرف داخلی داره، برای اینکه مردم از مشاکل و مصیبت هایی که خودشون دوچارش هستن که از خود فلسطینی ها هم مصیبتشون بدتر هست، به خاطر اینکه ذهنشون متوجه خودشون نشه و دیگران متوجه بشن درست کردن. به هر حال این قرص های مسکن دیگه دوایی درمانی برای ما به شمار نمیاد. مردم امروز از فلسطینی ها بیشتر مینالند. وضعیتی که مردم مسلمان ایران داره از مردم مسلمان اسرائیل هم فکر کنم کمتر نباشه. امروز روزی هست که مردم دارن مقایسه میکنن، میگن کدوم شر کدوم یهودی بیشتر هست یا کمتر هست، یعنی بین دو تا تشیع صفوی و یهودیت رو دارم مقایسه میکنم. معلصفش با تأسف اینو میگم، یعنی من دارم اینو یه دردی هست که میگم متاسفانه. به هر حال ممنون تماستون. انشالله که اونایی که تونستن در طول این 40 سال سر رو در زیر شن نگه بدارن یا زیر برف نگه دارن، حقیقتا رو نگاه نکنن، نگاه کنن اطراف خودشون رو بدونن که چه به بار آوردن و این نتیجه عمل کردشون چه چهره ای رو ازشون ساخته. ممنون شدم، میشم از لطفتون و از تماستون برادر عزیز. بفرمایید. آخرین تماس هست. ممنون. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم ورحمت الله. برنامه بعدی انشاءالله برنامه فتوا هست و سوالات شرعی هم میتونید مطرح کنید. ممنون از اینکه به هر حال بیننده برنامه هستید. امیدوارم که به همین صورت بیننده برنامه ها باشید. ولی نکته مهمی که دوست دارم بهش تأکید بکنم اینه که بیننده هر برنامه هستید سعی کنید که در پی این باشید که اون چی که گفته میشه رو یا اون برنامه‌ای که هست رو دنبال کنید و سعی نکنید که برنامه‌ای که خودتون دارید رو به برنامه القا کنید. این کار به هر حال در مجموع هم برای بیننده ها آزار بخش هست، هم برای شما بی ثمر هست. یعنی فکر نکنید که این کار نتیجه ای رو در واقع میتونه موجب بشه، بلکه ناچار میشه انسان وارد موضوعی بشه که اون موضوع در واقع موضوعش نیست. یعنی من در واقع موضوع اسماء الله است و هیچگاه نمیخوام که داخل موضوعاتی برم که مطرح هست و نیازی به گفتن من نیست. دنیا داره میگه و همه دارن مینالن، ولی خب متاسفانه وادار میکنید یا ناچار میکنید که انسان وارد این موضوعات بشه. میاییم با برمیگردیم به آیاتی که در ارتباط با این صفت پروردگار یعنی قوی بودن الله متعال ما رو یاد آوری میکنه. یکی از آیات
بسیار بسیار عمیق و دقیقی که در این رابطه جای تأمل رو داره آیه 74 سوره حج هست. آیه 74 سوره حج قبل از آیه 73، یعنی بعد از آیه 73 میاد، که آیه 73 قبل از اون یک زمینه ای رو برای این موضوع مطرح میکنه. میگه یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، براتون یه مثلی زده میشه، خوب گوشش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، اون کسایی که شما غیر از الله اونها رو میخونید، هر کسی میخواد باشه و هر شکلی میخواد باشه، شما اونها رو به عنوان حاجت روا یا به عنوان مشکل گشا یا به عنوان یاری دهنده یا به عنوان پناه دهنده، با هر نحوی که اونها رو میخوانید، هر کی هست و هر نحوی هست، الذين تدعون من دون الله، من غیر از الله مطلق هست، لن یخلقوا ذبابا، اینا اندازه یک حشره کوچک که مگس باشم نمیتونن بیافرینن. خب طبیعیه، هیچ کسی نمیتونه بیه که نمیدونم، ما میگیم یا ابوالفضل، ابوالفضل میتونه آفریننده مثلا خالق یک پرنده یا خزنده باشه، نمیتونه هیچ موجودی، نه مهدی، نه امام عبدالقادر جرجانی، نه نمیدونم امام حسین، نه امام حسن، هیچ احدی نمیتونه هیچ احدی موجودی رو بیافرینه، موجود زنده ای رو. ولو اجتمعوا له، اگر همه اینها با هم جمع بشن، ابوالفضل، حسین، مهدی، عبدالقادر جرجانی، نمیدونم تمام اون کسانی که اونها رو به عنوان نماینده خدا، خلیفه خدا، ولی خدا، با نمونه های مختلف، با تعبیرهای متعدد اونها رو جایگزین نعوذ بالله خدا کردید، همه اینها رو جمع کنید، انبیایی که اونها رو به مقام خدایی رسوندید، نمیدونم یا فرزند خدا اونا رو خواستید، همه رو جمع بکنید، نمیتونن یک اندازی مگسی هم بیافرینن یا خلق کنن. و این یسلبهم ذباب شیئا لا یستنقذوهم منه، اگر همون حشره ای که اسمش مگس هست ازشون چیزی رو سلب کنه بگیره، نمیتونن همون رو ازش بگیرن. خب این خودش یک بحث اعجاز قرآنی هست که این چرا مگس رو آورد و مگس هم چطوری میگیره و سلب مگس یا اخذ مگس چیزایی رو میگیره، چگونه هست و چطوری این مثل شکل خودش رو به صورت دقیق علمی به تأثیر میکشونه، بس مستقلی است که برخور این وقت نیست. ضعف الطالب والمطلوب، هم مطلوب خواسته شده، هم خواهان، کسی که خواهان موضوع هست، همشون ضعیف هستن، ناتوان هست، بس ضعف و ناتوانی هست. و ما قدر الله حق قدره، خب اینا وقتی که اینو به غیر الله مستمد میشن، میگن اینا خلیفه الله هستن، میگن نه، اینا ما قدر الله حق قدره، اینا الله رو جای مقام که شایسته او هست قرار ندارن. چرا؟ ان الله لقوی عزیز، الله متعال قوی غالب هست، توانای غالب هست. یعنی این کسانی که برای الله متعال نماینده، فرزند، خلیفه انتخاب میکنن یا تصور میکنن، در واقع قدرت الهی رو، حاکمیت و سلطه غلبه پروردگار متعال رو در واقع با این تصور، با این اندیشه نقض کردن. اون کسانی که شما اونها رو به این مقام میرسونید، میخواد عیسی مسیح باشه، میخواد هر کسی باشه، الله یستفی من الملائکه رسولا من الناس، الله متعال از ملائکه، از فرشتگان انتخاب میکنه فرستادگانی رو، پیام رسانانی رو، و از مردم هم انتخاب میکنه. ان الله سمیع بصیر، و الله متعال بینای شنوا بر عمل کرد اینها هست، اینو مأموریت انجام میدن، اینها استقلالی در هیچ زمینه ندارن، اینها فقط پیام رسان هستند، اینها نماینده جانشین نیستند، جانشین خدا نعوذ بالله نیستند، اینها وزیر نیستند، اینها فرزند خدا نیستند، اینها پیام رسان الهی هستند، وزیر نظر پروردگار متعال نقش عمل میکنند و نقش ایفا میکنند. ان الله سمیع بصیر، الله متعال بینای شنوا هست در تمام اون چی که اینا انجام میدن. یعلم ما بین ایدیه و ما خلفهم، و اون چی که اونها انجام میدن
از پس و پیش اونها کاملا مطلع هست و الى الله ترجع الامور و تمام امور برمیگرده به الله. الله هست که امر و نهی میکنه، الله هست که حکم صادر میکنه، الله هست که همه چیز در اختیار اون هست. اینا همشون نقششون نقش سرباز هست، نقش نافذ حکم هست، نقش عبد و مطیع هست، بنده خدا هستن، اطاعت امر الهی رو میکنند، نه نمایندگی خدا رو میکنند. و الى الله ترجع الامور. ان الله لقوی عزیز در این آیه در واقع در موقعیتی میاد که از جهتی عملکرد باطل مشرکین که غیر الله رو مخاطب قرار میدن و کمک میخوان رو میاد نفی میکنه و از جهتی توجیه باطل اونا رو که افرادی که مقرب به الله متعال هستن، انتخاب شده الله متعال هستن به عنوان فرستادگان رسول، نفی میکنه که این توجیه یا این ادعا که اینها مقام نزدیک دارند به معنای مقام الهی نیست، مقام عبادی هست. مقام عبادی با مقام الهی تفاوت داره. شما وقتی که اونا رو نماینده خدا میدونید، خلیفه خدا یعنی جانشین خدا به جای خدا اونها رو میدونید، اینها جایگاهشون الهی هست، عبادی نیست. الله متعال اونها رو به عنوان معبودان درست یعنی مطیعان خودش اونها رو فرستاده، به عنوان رسول، به عنوان فرستادگان اونها رو انتخاب کرده. چی میخوان؟ فرشتگان باشن، چی میخوان؟ انبیاء باشن. در نتیجه هم تصور غلط مشرکین با این صفت پروردگار متعال رد میشه و هم عمل کرده غلط مشرکین که از غیر الله استمداد و کمک و یاری میخوان. قدرت دست الله هست، حاکمیت دست الله هست، اقتدار و اختیار او هست و الی الله ترجع الامور. یکی از نمونه های آیاتی هست که به این صورت بحث قوی بودن پروردگار متعال رو برامون یاد آور میشه. یکی از مواردی که باز هم جای تأمل رو داره آیه 19 سوره شورا هست که بحث مشیت الهی در باب ارزاق است. الله متعال یک اراده نافذی در بحث ارزاق برامون بیان کرده که در اختیار او هست. داشته هایی که همه خلائق دارند، منبع او اون داشته ها الله متعال هست، با اراده او و با خواسته او این داشته ها محقق میشه. ما انجام وظیفه میکنیم، یعنی به عنوان مثال انجام وظیفه برای به دست آوردن علم میکنیم، انجام وظیفه برای به دست آوردن رزق حلال میکنیم، ولی نتیجه این خب فیصله ای هست، مشیتی هست که الله متعال در این باب نصیب رو میکنه. یکی هست زحمت و تلاش خودش رو میکنه، مقدار کمی رو به دست میاره. فردی هست زحمت خیلی کمتری میکنه و بیشتری رو به دست میاره. حکمت این موضوع و به همین صورت مرجعیت این مطلب برمیگرده به الله متعال و موضوع حکیم پیچیده ای هست که ما در وارد شدن در این زهیته رو اصلا به خودمون مجاز نمیده. موضوع بسیار وسیع و دقیق و لطیف هست که حاکمیت و حکمت الله متعال اصل اعتماد ما هست و اصل ایمان ما هست، در نتیجه به خودمون اجازه هم نمیدیم که وارد بشه. اعتقاد داریم بیمون. حالا اگر یک نفر، شما گفتم بارها گفتم، اگر یک انسان عادی به دکتر اعتقاد داره و براش فرصت هر گونه اظهار رأی و اعمال رأی رو میده، خب یک دکتر خیلی ساده مثل خودش هست، فقط در یک زمینه علمش بیشتره. خب اینجا خالق یکتا هست، شکلی نیست که ما مطلقا به او میدیم این بحث رو و تسلیم تقدیر و نظام قدر او هستیم. در این باب الله متعال میگه الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. الله متعال لطیف است با
در ارتباط با لطف او یا ظرافت حکم او در ارتباط با بندگان بسیار دقیق است. یرزق من یشاء. لطف در واقع به معنای محبت کردن در عربی نمیاد. لطف به معنای با ظرافت اعمال نفوذ کردن هست، با دقت و با حساب و کتاب. یرزق من یشاء، اون کسی که رو بخواد روزی میده. روزی فقط مال نیست، همه چیز، هر داشته ای در ضمن روزی انسان میده. سلامتی یک روزی هست، مال یک روزی هست، حکمت روزی هست، به همین صورت خانواده خوب و شایسته روزی هست، علم دانش روزی هست. و هو القوی العزیز، در این اراده و در این مشیت الله متعال توانای غالب هست. بس مشیت الهی هست و این مشیت در سایه قدرت او، قوت او و حاکمیت غالب او در واقع نافذ هست. و هو القوی عزیز. آخرین مطلبی که در خاتمه لازم هست که یادآور بشن چون وقت کوتاه هست، این هست که ما وقتی که به این موضوع اعتقاد داشت پیدا کنیم یا قوت الهی رو در ارتباط با امر او و حکم او و حاکمیت او در کمالش بدونیم و هیچ امری رو خارج از قدرت یا تا اقتدار یا حاکمیت یا قوت او ندونیم، مشیت او و اراده او رو مطلقا نافذ بدونیم و هیچ چیزی رو مانع از اجرای مشیت او ندونیم، به طور طبیعی برامون یک پیام بسیار مهمی رو به بار داره. و اون یک ذکری هست از اذکار جامع و مانعی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده. این ذکر که شاید هممون بدونیم، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم است. یکی از صحابه عبدالله ابن قیس، ایشون روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم، در این روایت از چندین کانال اومده، از چندین صحابی اومده، میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در غزوه خیبر وارد شدن و مردم با صدای بلند تکبیر میگفتن در وقتی خیبر گشوده شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که صداتون رو پایین بیارید، شما وجود ناشنوایی رو خطاب قرار نمیدید، شما خطاب قرار میدید اللهی که سمیع و قریب هست، نزدیک هست با شما. این شعار از کار شعار نیست که ما برای اظهار وجود خودمون یا قدرت خودمون بخوایم اینها رو استفاده کنیم. اینها در واقع ذکر الهی هست و اعتراف به مقام پروردگار متعال هست. بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یا عبدالله ابن قیس، قلت لبیک یا رسول الله، گفتن الا ادلک علی کلمه من کنز من کنوز الجنه، آیا تو رو به جمله‌ای که به عنوان کنزی از کنوز جنت به شما رو میاد تو رو راهنمایی نکنن؟ گفتن که چرا یا رسول الله؟ گفتن اون هست لا حول ولا قوه الا بالله. اون این جمله هست لا حول ولا قوه الا بالله، نه مانعی هست، نه قدرتی هست، نه چیزی هست جلوگیری بکنه از رسیدن بگیم منفعتی به شما، و یا اینکه نه قدرتی هست که چیزی رو براتون برسونه مگر با الله متعال. لا حول ولا قوة الا بالله در شرایط مختلف برای انسان یک
تصور بسیار بسیار عمیقی رو باعث میشه در شرایطی که انسان قدرت و ناتوانی خودش رو در پایین ترین موقعیت ببینه، ضعف خودش رو، ناچاری خودش رو در اونجا سلطه و حاکمیت الله رو ببینه، چی میخواد در دفع ضرر باشه و چی میخواد در جلب نفع باشه. هر موقع در این موقعیت گرفتار شدید بگید لا حول ولا قوت الا بالله، من ناتوانم و هممون ناتوانی، ملی فوق همه قدرت ها الله متعال است. لا حول ولا قوت الا بالله، نه مانعی هست و نه دافعی هست، نه منفعت رسانی هست و نه دور کننده ضرری هست مگر الله متعال. اون دارم که الله متعال در سایه لطف و کرم خودش و با قدرت خودش همه مسلمان ها رو حمایت بکنه و همه ما رو از همه آفت ها در امان نگه بداره. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.